یک حدیث براتون بخونم، خیلی این عجیب این حدیث برای من. این حدیث رو مجلسی نقل کرده بود، نگاه کردم دیدم عجیب، از کافی نقل کرده و نگاه کردم سند، دیدم سند از اهل بیت. خداوند غریق رحمت کنه فیض کاشانی رو که روایات احیاء العلوم غزالی رو مزین کرد به احادیث اهل بیت و یک منبع غنی است برای ما شیعه این کتاب مستطاب محجت البیضا. دیدم اینم فیض کاشانی هم از ایشون از اونجا آورد. قیل یا رسول الله، یک کسی آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، ارأیت الرجل یصوم النهار و یقوم اللیل، یک کسی سراغ دارم که بیشتر روزا روزه میگیره، بیشتر شبا عبادت میکنه، حجش هم انجام میده، عمرم میره بیشتر از حج، و یعتمر و یتصدق، دست به جیبم میکنه صدقم میده، و یغزو فی سبیل الله، جنگم میکنه، زخمی میشه، زخمی میکنه، میکشه، و یعود حالا جنبه های اخلاقی مثلا بگم اخلاقم نیست، و یعود المریض، عیادت مریضان میره، و یشیع الجنائز علی الدوام، یک کسی فوت کنه تشییع جنازه شون، همینا مقید، و یعین الضعفا، سراغ فقران میره، ولا یعلم منزلته عند الله یوم القیامه، ولی نمیدونه که وضعیت آیندهش چیه. حالا ببینید پیغمبر سیاست مدار این چی جواب میده. نمیدونه وضع آیندهش چیه، سرانجامش رو نمیدونه، با تمام این کارهایی که میکنه نمیدونه. قال رسول الله صلی الله علیه و در جواب فرمود انما یجز الله العباد على قدر عقولهم، مزدی که خدا به انسان میده به اندازه معرفت و درکش و شعورش. خیال میکنید بهش جای بیشعورا و الاغ هاست؟ تمام این اعمالی که شما گفتید اون رازش تعقل معرفت. رازش. باز یک مثال دیگه، این روایت رو مولا امیرالمؤمنین حالا در کتاب احتجاج تبرسی آمده، این روایت بفرماید المتعبد على غیر فقهن که حمار تاهونه، یک کسی که عبادت میکنه ولی فکر نداره، معرفت نداره برای چی عبادت، چی رو داره عبادت میکنه، رو عادت. این مثل حیوانی است که توی حلوایی های سابق، حالا بنده که اهل بچه های یزد هستیم اینا میدونیم، اون سابق یابوهای عصاری در چشماشون رو میبستن و میگشت آسیاب تا کنجد رو روغنش رو بگیره، خب هی میگشت، این خیال میکرد خیلی راه رفته، شب که در چشمشو باز میکردن میاد همون جایی که بوده هست. یدور ولا یبره، هی دور میزنه ولی هیچ حرکت، هیچ جلو نمیره، رشد نداره.